سرنوشت جنگ در پنشیر تغییر کرد. ماشین جنگی طالبان به جبهه مقاومت پیوست. ملک دره، کسی که دوشادوش احمد شاه مسعود قهرمان ملی میرزمید، چگونه به جبهه مقاومت پیوست و کی است؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. خبرگزاری افق مینگارد وزارت امر به معروف نهی از منکر طالبان در پاسخ به واکنش های منفی گسترده به اجباری شدن حجاب اسلامی برای زنان از سوی این وزارت اعلام کرده است که پوشیدن برقه برای زنان اجباری نیست و آنها می توانند از چادر و از سایر پوشش های اسلامی استفاده کنند. این در حالی است که تصمیم تازه طالبان اعتراض و انتقاد و نگرانی شدید سازمان های بین المللی و حقوق بشری را برانگیخته است. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز یک شنبه 8 ثور در توضیح فرمان تازه رهبر آن گروه درباره حجاب گفته است که پوشیدن برقه برای زنان اجباری نیست و ای افزود که در طرح اعلام شده این وزارت برای حجاب به صراحت گفته شده است که برقه و چادر حجاب محسوب خواهد شد. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان ادامه داد حجاب یک حکم الهی بوده و باید در افغانستان نیز به این حکم احترام گذاشته شود. او همچنین از کشورهای غربی خواست که به قوانین افغانستان احترام بگذارند، زیرا به گفته او افغانستان هم به قوانین آنها احترام میگذارد. در فرمان 4 ماده‌ای تازه که دیروز اعلام شد، قوانین جدید درباره حدود حجاب برای زنان در افغانستان را وضع کرد. خبرگزاری رها مینگارد جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میگوید که فرمانده ملک مدیر استخبارات قماندانی امنی طالبان برای پنچیر از صفوف این گروه جدا شده و به جبهه مقاومت پیوسته است. پایگاه اطلاع رسانی جبهه مقاومت در خبرنامه امروز یکشنبه 18 ثور نوشته است که این فرمانده طالبان با تجهیزات نظامی و افراد تحت امرش به دلیل اختلافات درونی با مقام‌های محلی طالبان به تازگی وارد صفوف نیروهای جبهه مقاومت شده است. بر اساس خبرنامه مذکور، فرمانده ملک به دلیل همین اختلافات درونی چند پیش توسط طالبان زندانی شده و پس از آزادی به حیث مدیر استخبارات فرماندهی امنی ولایت پنشیر گماشته شده بود. جبهه مقاومت در خبرنامه گفته است که اختلافات درونی در میان طالبان در بسیاری از موارد حتی منجر به کشتار میان این گروه شده است. قابل ذکر است که جنگجویان جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود از عصر روز جمعه هفته گذشته تا کنون حملات متعددی را به مواضع طالبان در ولایت پنچیر و تخار راه اندازی کردند. در چندین مورد این جبهه همچنین مدعی شده است که کنترل بخش‌های زیادی از چند ولسوالی پنچیر را از دست طالبان خارج ساخته و در کنترل خود درآورده است. با این وجود ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته وقوع هر گونه درگیری نظامی در پنچیر و تخار را رد کرد. نجیب بارور روی صفحه فیسبوکش نگاشته است چرا فرمانده ملک طالب شده بود؟ این آدم که دست احمد شاه مسعود روی شانه اش است، فرمانده ملک است. فرمانده ملک فعلا مدیر استخبارات آمریت امنیت طالبان در پنچیر است. فرمانده ملک برادرزاده مرزا محمد از فرماندهان ارشد دوران جهاد است. فرمانده ملک در زمان مقاومت مسئولیت یک نیروی ضربتی را عهده‌دار بود که توسط شخص احمد شاه مسعود بزرگ آموزش دیده و اساس‌گذاری شده بود. وقتی طالبان در 2001 شکست خوردن، آدم‌های زیادی به کرسی و ثروت رسیدند. فرمانده ملک زحمات رویارویی مبارزه علیه طالب را متقابل شده بود. صلاحش را به اسم دیدیار گرفتن و خودش به سرنوشت ماند. او ساز مخالفت با حکومت‌های محلی پنچیر سر داد، اما بزرگترین خواستش حق خودش و مردمش بود. او می گفت صدها مفتخور را می شناسم که به خاطر تعلق خانوادگی منصب گرفته است، اما من شانه به شانه جنگیده بودم، چرا نادیده گرفته شوم؟ چندین بار تلاش کردم مشکل او را با حکومت‌های محلی حل کنم. بار پسر مارشال فهیم را که معاون امنیت ملی بود از قضیه آگاه کردم.
هیچ کدام توجه نکردند. ریاست‌های امنیت ملی همیشه فرمانده ملک را تومه گرفتن پول استخباراتی می ساختند. فرمانده ملک به خاطر عقده سیاستگران پنشیر طالب شد. یکی از عوامل شکست پنشیر دست کشیدن مردم دره از مخالفت با طالبان بود که توسط فرمانده ملک رهبری می شد. طالبان با همدستی فرمانده ملک، طالبان پریانی و عده خودفروخته در مرکز توانستن پنچه را براحتی اشغال کنند. فرمانده ملک برای طالبان گفته بود اینجا کسی با شما مخالف نیست، پس وارد دره نشوید. طالبان تمام فعالیت های خیش را در دره تحت حاکمیت فرمانده ملک با مشورت مستقیم او انجام می دادند. فرمانده ملک چندین کمین بجان مقاومتی ها را افشا کرد. امرالله صالح از زیر حاکمیت او نجات داده شد. نماز عید برخلاف طالب در منطقه او ادا شد. امامان مسجد در زیر حاکمیت او از مقاومت دفاع کردند که طالب مجبور شد علیه او مخالفت کند. چندین روز است که فرمانده ملک با طالبان در عبدالله خیل می جنگد. یک عده تبلیغ می کنند که بعض دوستانی که فریب طالب را خورده بودند بازگشتند. من به عنوان همزادگاهی با فرمانده ملک خواستم این حقایق را در مورد آن بی‌سواد که نمی‌تواند از اتهام‌ها دفاع کند با شما شریک کنم. پهلوهای پنهان در شکست مردم ما برجسته هستند. نمی‌گذاریم کسی روی آنها خاک بیاندازد، مخصوصاً در مورد مردم دره، آبشار و عبدالله خیل، کرامان و ملیمه و غیره که در تمام مبارزات مردم پنچیر از خود شهامت نشان دادند و بیشترین افتخارات فرهنگی پنچیر از اینجاست. دیگر خاموش نمیمانیم و به دهان کسی که ما را سبک میکند میزنیم. حالا شما خود قضاوت کنید. برگشت فرمانده ملک را به صراط المستقیم استقبال میکنیم. حالا اگر شهید هم شود سربلند خواهد بود. او وقت حتی به طالب پیوسته بود به مردم خود خیانت نکرد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.